عملیات تخلیه غیر نظامیان، مجروحان و مخالفان مسلح دولت بشار اسد از شرق شهر حلب سوریه پنجشنبه شب نیز ادامه یافت. در روزهای گذشته به دلیل اختلاف میان دو طرف برنامه تخلیه شرق حلب با اختلال مواجه شده بود که با توافقات صورت گرفته تخلیه این بخش از شهر از صبح پنجشنبه شروع شده است. مقصد نهایی افرادی که از این بخش از شهر خارج می‌شوند انتقال به شهر ادلب سوریه است. تاکنون چندین هزار نفر سوار بر اتوبوس‌های سبز رنگ بخش شرقی شهر را ترک کردند. رئیس هلال احمر ترکیه در مورد وضعیت مجروحان می‌گوید: ما با هلال احمر سوریه کار میکنیم، به ویژه در ارتباط با خروج مجروحان. زمینه ها و فضای لازم بیمارستانی را هم در ادلب و هم در ترکیه برای زخمی ها آماده کرده ایم. رویترز به نقل از وزیر دفاع روسیه نوشته است که عملیات تخلیه شرق حلب روز جمعه نیز ادامه می‌یابد و تاکنون بیش از 3000 مخالف مسلح از این بخش از شهر خارج شدند. توافق صورت گرفته شامل خروج غیر نظامیان، مخالفان مسلح و زخمی هاست و انتظار می‌رود چند روز به طول بیانجامد.